خیلی ممنون، متشکرم. چگونه میتوانم که غایبت بدانم؟ محمد علی سپاندو در یکی از برنامه‌های بزرگداشت تولدش با بیان اینکه سال تولدش یعنی سال 1319 سال غریبی بوده است، گفته بود عباس کیارستمی، محمود دولت‌آبادی، احمد رضا احمدی و محمد رضا شجریان هم در سال 1319 به دنیا آمدند. گویا این سال قمر در عقرب بوده که چنین پدیده‌هایی به دنیا آمدند. حالا یکی از آن پنج نفر نیست، تهران مانده و پنج منهای یک از متولدین سال قمر در عقرب 1319. باری یکی دیگر از شاعران شهرمان هم پرید، این بار قایق سوار تک و تنهای تهران، خسته از پارو زدن‌های این همه سال، سرانجام به ساحل تاریخ تهران رسید و قایقش پهلو گرفت در تاریخچه شهری که دوست می‌داشت. اینک او و قایقش بخشی از تاریخچه و حافظه جمعی تهران است. شعر قایق سواری در تهران گویا و شفاف پرده می‌گشاید از ذهن شاعر. قایق سوار بودیم در ایستگاه آب، بالای نهرها، در کوچه باغ تجریش، از جویبار رفتیم رو به پایین، همراه آبشار، رگ‌های شهر تهران، جایی، فصل بهار و آب سواری، از چشمه باغ فردوس در سایه چناران تا قلب پاک ملت راندیم، زیر ونک گذشتیم تا رود یوسف آباد و فراز جنگل سایی تا آبراه بلوار، بالای برج‌ها ماه در نیلی روان، رخت عروس می شست، آواز نهرهایش را تهران به هم می آویخت، ارکستر آب در سر ما می نماخت، در بندر نمایش بعد از تئاتر شهر نیروی آب کاهید، پارو زدیم لحظان تا حوض امیریه، تا موزه نگارستان، در ایستگاه گمرک نور چراغ ها کم شد. کمتر از یک سال بعد از پریدن سیمین، این بار نوبت محمد علی سپاندو، تهرانی ترین شاعر شهر بود که اردیبهشت را برای پریدن انتخاب کرد. شاعری که خوب زیست و تا می توانست و تا در توان داشت خلق کرد و ماترکی حسابی از خود برای میراثداران بعد از خودش باقی گذاشت. سپاندو حافظه‌ای قوی داشت و گذشته و خاطراتش را با جزئیات تعریف می کرد. این ویژگی در شعرهایش هم دیده می شود. در این باره گفته بود ذهن من اینچنین است و خیلی جا دارد برای چیزهای مختلف و اطرافیانم حافظه ذهنی قوی من را می دانند. اینها همه در ذهن من زندگی می کنند تا لحظه می رسد که می آیند جلوی پرده. واقعا برایتان بگویم که مثلا سندباد برای من کسی است که نمی خواهد توقف کند و همیشه به فکر سفر بعدی است و هفت سفر که می کند تازه می گوید سفر هشتم و بعد به فکر سفر نهم است و این برای من یک مسئله است و نام یکی از کتاب هایم هم سندباد غایب است که آن مسافر پسکو. امید سپاندو. سپاندو در این چند سال اخیر با درد و بیماری دست و پنجه نرم می کرد، اما این همه باعث نمی شد دست از کار بکشد و تقریبا تا آخرین روزهای زندگیش پرکار بود و همچنان امیدوار به زندگی. خاطرم می آید این اواخر کمی قامتش خمیده شده بود. برای خیلی ها که در سن و سال او چنین چیزی را تجربه می کنند باید پدیده ناراحت کننده ای باشد، اما او همین موضوع را بهانه کرده بود برای شوخی با خبرنگاری که در ابتدای سوالش از او قدش را پرسیده بود و او به طنز پاسخ داده بود پیشترها 183 بودم اما حالا باید آب رفته باشم. در زمستان بلا تکلیف ما رد بیماری و رنجوری این سارهای سپاندو را میبینیم. تنها کسی که خواب نمیبیند چشمان بیخیال بهار است، همراه من که به زودی لباس پاییز میبوشم و رنگ آن به موهایم میآید. اما سپاندو در وضعیت بیماری هم از ناامیدی گریزان و به فکر روشنایی بود. چنین میگفت: با وجود همه مصائبی که در زندگی من به خصوص در این چند ساله وجود داشته، هرگز تسلیم اندوه و سرخوردگی نشدم. حتی در لحظات خیلی پیچیده هم چشم‌اندازی پیدا کردم، حتی از دریچه طنز که مسئله پیچیده را جدی نمی‌گیرد و خودمانی می‌کند. توصیه‌ام همیشه این بوده است و اصلا زندگی هم اینطور بوده است. حتی وقتی هم خوش نبودم گفتم خوشم. دلیلی ندارد آدم اندوه خودش را برای دیگران روایت کند، چون اندوه یک امر کاملا شخصی است. یکی دیگر از ویژگی‌های شعر سپاندو توجه او به ماندگاری شعرش و مدد جستن از گذشته در زمان حال بود، یعنی زمانی که شعر را می سرود. موضوع مهم این است که من در آثارم به گذشته نمی روم،
بلکه گذشته را به حال میآورم و حداقل در اشعارم گذشته و با حال با هم قاطی میشوند و در هم میآمیزند. مثلا ممکن است در شعرم کبوتر نامه‌بر و ایمیل با هم قاطی شوند. به طور کلی تاریخ همیشه برای من مهم بوده است، اما در شعرهایم گذشته تاریخی را به اکنون میآورم. او همچنین درباره ماندگاری شعرهایش با مثالی میگوید: این خصیصه در شعر به ویژگی‌های مختلفی در ذهن شاعر برمی‌گردد که او بتواند چیزی بیافریند که هم با زمانش مرتبط باشد و هم در این حال در آینده بتواند آن شعر را بمانند امروز خواند. در زمستان به تکلیف ما شعری است با عنوان نامزدها. روز است و دختر می‌داند سمت ستاره کجاست. یک لحظه پیش از مردن چشم هر کس به گوشه تاق می‌افتد، منزل آینده آنجاست. بشکافت سقف را، ستارش را بجوید، برعکس زیر آسمان باز این دختر با چشم میرنده دور دست ها را میشناسد. در این شعر دختری که روی سنگ فرش خیس افتاده معلوم است که چه کسی است. او حالا مرده و دنبال ستارش میگردد، ولی اگر حتی اگر با گذر زمان این دختر فراموش هم شود، خود شعر میتواند تصور و تحمل خواننده را بیدار کند که چیزی در آن ببیند فراتر از این بود. اما اعتقاد بسیاری از منتقدین شعر و ادبیات آنچه باعث میشود شعر سپاهانی بتواند مخاطب آن داشته باشد این است که تاریخ در آن حضور دارد، ولی نه به عنوان تاریخ، بلکه به عنوان نوستالژی از دست رفته حضور دارد که همچنان هم در وجود ما جاری است. عشق در آن وجود دارد و این عشق هم عشق به یک زن واقعی است و هم عشق به یک زن خیالی. در واقعیت در آن به بحث رویا میرسیم که تنها خاطرش میماند. سپاهانی حکایت ها و قصه های زیادی از تهران میدانست که گاه عجیب و غریب مینمود. بسیاری از این حکایت های جالب را خودم شنیده بودم و یکی از این ماجراها را شخصا در جمع دوستانمان برای من تعریف کرد که به گمانم فیلم آن را دارم و باید بگردم و پیدایش کنم و روزی با شما قسمت کنم. برای آخرین بار دعوتم را برای حضور در برنامه نوستالژی و ادبیات پذیرفت و او را با پسرش سرانگاه در شهرک سینمایی غزالی دیدم و از شوالیه خواستم چند کلامی در جمع دوستان حرف بزنند. شوالیه هم مرام گذاشت و به خاطر جمع مخاطبین ترجیح داد در صحبت هم از تهران صحبت کند و چنین گفت: من نخستین بار است که شهرک سینمایی غزالی را که علی حاتمی به پا کرده میبینم و برایم جالب بود، چرا که میدانید من به نسبت به تهران حساس هستم. 100 سال است که قلب ایران در تهران میتپد و ری باستانی زیر این خاک خوابیده. تهران شهر عجیبی است و درباره محله هایی از آن حرف ها و حدیث هایی است که هر کدام میتواند داستان ها باشد. مثلا در دزاشی خانه است که کسی اجارش نمی کند و یک بنده خدایی فکر کرده بود که آنجا گنج است و وقتی رفته بود صدای موسیقی شنیده بود و وقتی به همین اتاق سر میزند میبیند که خبری از ارکستر نیست. من 40 سال است که درباره این شهر می نویسم، از روزهایی که هنوز عصر در این شهر تردد می کرد و تا به امروز. تهران مادر شهر است، البته هر چرا که خواسته به آن گفته است، در حالی که در شهر دیگر نمیتوانید به آن شهرها چیزی بگویید. من این را وظیفه سیاسی ندیدم، ولی جوشش و عشق درونی من باعث شد تا از تهران بنویسم. تهران قلب ایران و یادگار تاریخ است. و اما بخش آخر صحبت‌هایم و در انتهای شعری با عنوان تهران. این بخش خیلی شاید جالب باشه به عنوان یواشکی های بازیگری سپاهانی. زندیان سپاهانی پیشتر در گفتگو با سایت ادبی در مورد بخشی از تجربه بازیگریش گفته که شاید تا به حال نشنیده باشید. او در کنار محمود هوشنگ گلشیری، غزالی علیزاده و محمد عروقی در یک نمایش که خودش نوشته بود به نام خانه لیلی ایفای نقش کرده و این نمایش در سال 72 اجرا شده و توسط داریوش مهرجویی با دو دوربین فیلمبرداری شده. او در این نمایش دو نقش رو بازی کرده. یکی از نقش ها سایه اول بود که بیشتر راویست و ماجرا رو شرح میده و ماجرا هم از این قرار است که 4 نفر که از میکده بیرون میآیند، 4 سایه که هر 4 تا عاشق لیلی‌اند. در این نمایش برای اولین بار گلشیری بازی کردن را تجربه میکنند. سپاهانی در این باره میگوید: به هر حال بازی کردن گلشیری جالب است، اینکه بازی و اکت کند و نه فقط رو کنی. یا همینطور غزالی علیزاده که با لباس های مشکی برتن از این پله ها پایین می آید و بازی می کند. یکی از این شخصیت خود مرگ است که به او می گویند: پس تو در این سالهای سال یهودا در میان ما چه می کردی؟ وضع ما را خوب می دانستی از آغاز، تو شریک قافله بودی، رفیق مرگ. بعد می آید و با لیلی دست می دهد، اما لیلی با او دست نمی دهد. از این روز که همیشه گفتم نوعی روشنایی در کارهای من وجود دارد.
در خانه لیلی جایی راجع به خودکشی حرف زده می شود، جایی که در شعر می گوید درخت هایی هست که وقتی با آنها نگاه کنی یاد خودکشی می افتی. و این تکه را غزاله خواند و بعد خودش را هم به درخت آویزان کرد. آن تکه شعری هست: زیر انبوه درختانی که پنداری یک نفر با وسوسه خودکشی تحریک حلق آویز بودن، چشم می دوزد به هر شاخش. و سخنم رو با این شعر کوتاه سپانرو راجع به تهران به پایان میبرم. تهران شکوفه باران است، ای مهربان که ساکن در قربتی، آن گل که در دلت به امانت ماند، وقت است بشکفت. پیغام ارتباط میان این دو شهر، پیغام شاد باش تو با عشق دوردست. خیلی ممنون.